Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre le verbe avoir. Alors, on y va. le avoir, Avoir. در زبان فرانسوی ما سه تا فعل خیلی پرکاربرد داریم اولی فعل اتخ بود که قبلا خوندیم به معنی بودن یا هستن دو تا فعل دیگه داریم که خیلی کاربرد دارن یکی از اون فعل ها اوواخ هست به معنی داشتن اوواخ خب این فعل هم جز فعل های بیقاعده هست و در واقع صرف فعلش رو شما باید حفظ کنید چون قاعده و قانون خاصی نداره که بگیم این فرم ثابته و مثلا یه چیزی به آخرش میچسبه پس اول از همه میریم سراغ صرف فعل و بعد براتون مثال میزنم و رو میگم خب ژ ژ یادتون هست که زمیر اول شخص مفرد ژ بود یعنی ژی او ولی گفتیم این زمیر زمانی که بعدش یک فعل قرار بگیره که با حرف صدادار شروع میشه مثل همین فعل اوواق که برای اول شخص هست ا میفته و به جاش اپستروف میذاریم یعنی جی اپستروف اپ همون اپستروف انگلیسی در واقع و میخونیمش ج یعنی من دارم ج مثلا ژ ان فرر من یک برادر دارم ژ اون سور من یک خواهر دارم ژ اون واتور من یک ماشین دارم ژ ان ستیلو من یک خودکار دارم برای تو 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 نمیگیم تو ا دقت کنید بچه ها این تو تاکید میکنم او باید بخونید او نمیخونیم و اس آخر خونده نمیشه تو تو یعنی تو داری تو برای ایل و ال که فعل به یک صورت به کار میره ایل مذکر بود ال مؤنث بود ایل سه ماسکولن ال سه فمینن ایلا الا و یک ا خالی هیچی نداره ولی همین ا یعنی دارد ایلا یعنی او دارد ایلا اون واتور اون یک ماشین دارد ایلا اون غب اون یک پیراهن دارد مثلا. و زمیر اون هم که داشتیم که مثل ایلا و ایلا بود دیگه مثل ایل و ال بود که اینجا میشه اونه که اون به جای نو استفاده میشد در حالتهای غیر رسمی خب زمیرهای جمعمون نو اوون خب که اینجا ما لیزون انجام میدیم در نتیجه اس بین دو تا وایل قرار میگیره و ز خونده میشه پس میخونیم نو زوون نو یعنی ما داریم نو زوون اون گراند مزون یعنی ما یک خونه بزرگ داریم نو زوون اون گراند مزون بعدی وو وو او و باز اینجا اون فعل لیزون اون لو پرونونس یعنی شما دارید که گفتیم بازم تاکید میکنم و تکرار میکنم این وو هم شما به معنی حالت احترام هست برای یک نفر میتونه به کار بره و هم برای شما که جمع هستید وو زوه. ایل و ال جمع که اس رو می نوشتیم در حالت عادی نمی خونیم همون ایل و ال خونده میشه ولی برای فعل اواق صرف فعل تو این قسمت میشه اون اون یعنی ت رو نمی خونیم و اینجا حتما باید لیزون بکنیم دقت کنید تو این سه تا حالت جمع ما لیزون رو انجام میدیم و همه اس ها اینجا ز خونده میشه در اثر این لیزون و وایلی که بعد از اس میاد میخونیم ایل زون. ils ont elles با ال سون برای فعل اتر اشتباه نگیرید اون موقع می گفتیم مثلا ال سون فرانسز. یعنی آنها فرانسوی هستند سون خودش یک فعل بود صرف فعل اتر بود ولی اینجا اون فعلمون هست و می خونیم ال یعنی آنها دارن اون خانم ها دارن ال بلو یعنی آنها های آبی دارن اون خانوم ها های آبی دارن خب پس این شد صرف فعل اواغ من یک بار دیگه کلش رو براتون میخونم و حتما با من تکرار کنید ژ ژ توا توا ایلا ایلا الا الا نوزاون نو

grande یعنی من دارم یک خانواده بزرگ grande ف ال beaucoup زیادی تو خانوادم هستم تو اون بل تو اون بل یعنی تو داری یک پیراهن زیبا تو یک پیراهن زیبا داری اون belle il او ou elle beaucoup d'amis حالا این او میتونه آقا باشه میتونه خانم باشه میتونه ژان باشه میتونه مغی باشه elle il elle elle یعنی او دوستان زیادی دارد بکو یعنی زیاد دوستان زیادی دارد نوزوان خب دقت کنید بچه ها این خط قرمز رو قبلا هم بهتون گفتم بازم میگم ما نمیذاریم توی نوشتن ولی الان چون شما در مراحل اولیه یادگیری زبان فرانسه هستید میتونید جاهایی که لیزون انجام میدیم یعنی میچسبونیم این علامت رو بذارید که یادتون بمونه ولی هیچ جایی در هیچ متنی شما همچین علامت رو نمیبینید و لازم هم نیست بذارید نوزوان این نوول واتور نوول واتور یعنی ما داریم یک اتومبیل یا ماشین نو ما یک ماشین نو داریم ووز خب علامت سوال داریم ما همین جمله اگر خبری باشه ووز دوشیان یعنی شما حالا این شما یا یه نفر تو هست یا شما جمع هست شما دو تا سگ دارین شیان یعنی سگ خب میتونیم همین رو با تغییر لحنمون سوالی کنیم و بپرسیم وزوه دو شیان؟ وزوه دو شیم؟ شما دوتا تا سگ داریم؟ خب ایل و ال جمع که میخونیم ایلزون او الزون لزیو بلو خب اینجا هم باز لیزون انجام میدیم یعنی میچسبونیم یو جمع اوی هست به معنی چشم اینجا چشم ها دو تا چشم یا چند تا چشم جو چند نفر هستن دیگه Ils ont ou elles ont les yeux bleus. بلو، ont les yeux یعنی آنها چشمان آبی دارند. رنگ چشمشون آبیه. خب این هم از مثال‌های افعال. تختر پاک می‌کنم و یه سری از اصطلاحاتی که توشون فعل اواق به کار میره رو براتون می‌نویسم. برای گفتن سن و سال ما از هستن استفاده نمی کنیم از فعل اواغ یا داشتن استفاده می کنیم خب چطوری صرف میشه دیگه ژ ونتان او لا من 20 سالم هست یعنی من 20 سال دارم در واقع ژ ونتان خب آن یعنی سال ادادم که در درس قبل خوندیم مری ا 32 ans خب دو اکسش میچسبه اینجا لیزوم میشه و ز خونده میشه دو زان تران دو آن نمیگیم میگیم, میگیم تران دو زان مغی اتران دو زان خب اگر بخوایم به جای مغی پرونوم سوژه بذاریم یعنی زمیر فائلی بذاریم بعد بگیم چی؟ اله تران دو زان خب میتونیم برای ما بگیم اگه ما ها همه همسن باشیم نوزوان کنزان ما 15 سال داریم ما 15 سال هستیم خب پس برای گفتن سن و سال اولین کاربرد فل اووا گفتن سن و سالتون هست خب یه سری اصطلاح داریم که اینا در واقع صفت هستن که بعد از اوا میان و اوا رو من نوشتم شما در جمله باید صرف کنید خب اووا ف یعنی گرسنم ژ یعنی گشنمه اوا سوف میگید ژ سواف یعنی تشنمه پس ژ فم یعنی گرسنم ژ سواف یعنی تشنم و ما فارسی رو هیچ وقت ترجمه نمی کنیم فرانسه رو ترجمه نمی کنیم باید اصطلاح رو در اون زبان یاد بگیرید ببینید تو فارسی میگیم گرسنه هم. یعنی گرسنه هستم ولی اینجا با اتخ نمیگیم با اواغ میگیم پس این رو دقت کنید به شکل اصطلاح و کاربرد یاد بگیرید پر avoir peur peur یعنی ترس avoir peur یعنی ترس داشتن یعنی از چیزی ترسیدن و اگر بگیم از چی de quelque chose از چیزی مثلا بگین که je peur de بالا هر چیزی je peur du chien مثلا از سگ میترسم avoir chaud avoir chaud شو یعنی گرما avoir chaud je chaud یعنی من گرممه avoir froid froid یعنی سرد سرما avoir froid یعنی سردمه il a اون سردشه اله شو اون گرمشه vous avez chaud شما گرمتونه با لحنمون سوالی میتونیم بکنیم vous avez خب یه ساختار دیگه داریم که این ساختار ثابت هست ما یک درس کامل رو برای این ساختار کار میکنیم فقط اینجا چون داریم کاربورت ها رو میگیم براتون نوشتم ساختار ایلیه ایلیا یک ساختار یک عبارت فیکس هست ثابت هست به معنی وجود داشتن هم برای جمع هم برای مفرد یعنی میخوام بگیم یه چیزی یه جایی هست به این صورت ایلیا ان ستیلو سوغ لطبل ستیلو میشد خودکار ان ستیلو سه یعنی روی لطبل تبل یعنی میز و فمینن هست ایلیا ان ستیلو سوغ یک خودکار روی میز هست خب avoir besoin de besoin de خب avoir besoin دو یعنی نیاز داشتن اگر معادل انگلیسی رو بخوایم بگیم میشه i need نیاز دارم لازم دارم خب مثلا صرف میکنید avoir je besoin de temps این حرفه تی هست دستم خورده بهش پاک شده خب ژ بزوان دو تان تان یعنی زمان من وقت میخوام زمان میخوام زمان لازم دارم ژ بزوان دو لغجان او بزوان دو ما به پول نیاز داریم من به پول نیاز دارم اوار آن آن ویدو آن ویدو یعنی خواستن ببینید بزوان دو یعنی نیاز دارم لازم دارم اینجا میگیم میخوام J'ai envie d'une glace. خب وقتی این دو به چسبه به اون که بعداً میخونیم او رو برمیداریم میخونیم دون ژه آنوی دُن گلاس. J'ai chaud, j'ai envie d'une glace. گلاس یعنی بستنی. یعنی که گرممه ژه شو، ژه آنوی دُن گلاس من بستنی میخوام. او ژه آنوی دو توا، یه جمله عاشقانه. من تو رو میخوام ژ آنوی دو وو من شماها رو میخوام اوکی دکار سو سون ل زوتیلیزاسیون دو ورب خب در این بخش براتون یه سری جمله می مینویسم که با فعل اووار باید کامل کنید دقت کنید بر اساس فائلتون فعل رو به درستی صرف کنید و در جاهای خالی قرار بدید این هم از کاربردهای فعل اوقت حالا دو تا فعل مهم زبان فرانسه رو یاد گرفتیم حتما تمرین کنید فعل اتق و اوقت رو چندین و چند بار صرف کنید و حتما سعی کنید بنویسید چون شما همیشه صحبت نمی کنید و یک جایی هم ممکن ازتون خواسته بشه که بنویسید پس هم نوشتنش رو بلد باشید که بتونید در این حال بخونید و هم فعل رو به درستی صرف کنید حتما تمرین این درس رو حل کنید و اگر تونستید برای من با فل اواق جمله بنویسید و در کامنت برام بفرستید ژوو سویت اون تربون ژورنه اون تربونسمن ا ژوو دی السمن پوشن ا اوو